شد از او مادر من. گفتم قاراگی امشب تو برم، گفتم بروم هریست ماهم، موندن بر من آمد بر من. روشن شد از او مادر من. گفتم قاراگی امشب تو برم، گفتم بروم هریست ماهم، موندن بر من آمد بر من. روشن شد از او مادر من. گفتم قاراگی امشب تو برم، گفتم بروم هریست ماهم، موندن بر من آمد بر من. روشن شد از او مادر من. گفتم قاراگی امشب تو برم، گفتم بروم هریست ماهم. با سلام به یاران عزیزم، به آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلی مراحل زندگانی. در چند گفتار پیش در مورد سید احمد فردید صحبت کردم، صحبتم رو ادامه میدم. صحبت ما به اینجا رسید که یک مرکزی در ایران به وجود اومده بود که وصل بود به انجمن ایران و فرانسه، انستیتوی ایران و فرانسه، و زیر عنوان انجمن شاهنشاهی فلسفه فعالیت میکرد و انتشاراتی داشت و کتاب‌های متعدد مینوشت. در این قسمت آقای دکتر سید حسین نصر و آقای داریوش شایگان و آقای هانری کربن فرانسوی و سید احمد فردید و اشخاص دیگری، هر کسی که تعلق خاطری به فلسفه داشت و در رشته فلسفه اهل تحقیق و تفحص بود، به نحوی با این انجمن شاهنشاهی فلسفه مربوط بود. مجموعه آکادمیک بود، اما در عین حال اون هانری کربن یه حلقه‌ای درست کرده بود به نام حلقه ارانوس و فلاسفه‌ای در اینجا بودند و اینها جلساتی داشتند که بحث مفصلش خارج از حوصله این برنامه است. نهایتاً میخوایم به اینجا برسیم که اون اندیشه ایران شهری که ایده متخس، یعنی اون اندیشه راهنمای این انواع فلسفه های آرمانگرا رو تشکیل میده، این چیه؟ به اینجا میخوایم برسیم. الان ریاست افتخاری این انجمن شاهنشاهی فلسفه و بخش انتشاراتش هم به عهده خانم فرح دیبا بود. کسانی که به آقای سید حسین نصر مربوط می شدن الان همه دستاندرکارهای همین دپارتمان فلسفه در ایران اشخاصی هستند که شناخته شدن و آقای سید حسین نصر با حفظ موقعیت خودش در همون انجمن شاهنشاهی فلسفه از ریاست دانشکده ادبیات دانشگاه تهران عهدهدار ریاست دانشگاه پلیتکنیک ایران شدن، دانشگاه صنعتی، و بعدم که رئیس دفتر خانم فرح دیبا شدن و در مجموع میشه گفتش که این انجمن شاهنشاهی فلسفه کمابیش در همون جهت آرمان‌های ایران شهری به یه نحوی سرگرم بررسی و تنظیم متونی در مورد خود فلسفه بود. یعنی اینکه این اندیشه آرمان شهری اصولاً به کجا برمیگرده، ارتباطش با متون کهن ما قبل از اسلام که گفتم به موازات اون توسط پورداوود ترجمه شد، مرحوم پورداوود، از زبانهای اوستایی یا ودایی، زبانهای کهن ما قبل زبان دری ترجمه شد و در جستجو و در صدد این بودند که یک لغتنامه‌ای به زبان پهلوی بنویسند و ریشه یابی کنند واژه‌های پهلوی رو و کتابی درباره اساطیر ایران پیش از اسلام نوشته بشه که بسیار از این کارها بعدها دنبال شد و انجام شد. اون اندیشه راهنما توی تمام این جریانات فکری یه امری که دیگه به خود فلسفه کار نداره دوستان، بلکه به آرمانگرایی برمیگرده و اون چیه؟ دوره‌ای بودن تاریخ، سیکلیک بودن تاریخ. یعنی یه جریان فکری وجود داره که میگه آقا تاریخ سیکلیکه، تاریخ به این ترتیب نیست که مارکس بیان کرده. یعنی اینی که ما فرض بکنیم که یه بستری هست مانند یه بستر رودخانه‌ای و اون وقت جامعه بشری در این بستر رودخانه، در این بستر داره حرکت میکنه، یه نیروی خارق العاده ناپیدایی داره این جامعه رو پیش میبره و این پیشرفت جامعه هم یه پیشرفت دیالکتیکه، یک پیشرفتیه که در واقع ناشی از قامزه‌ایه که در برابرش ایجاد میشه و وقتی اون قامزه رو حل میکنه یک مرحله جلو میره. یعنی مانند اینه که یک تزی وجود داشته باشه که از درون این تز اون قامزه به عنوان آنتیتز ظهور بکنه و از جدل دیالکتیکی بین این تز و اون آنتیتز یک سنتزی حاصل بشه که یک مرحله فراتر نسبت به تز و آنتیتز و بعد خود اون سنتز تبدیل به یک تزی بشه که از درونش یه آنتیتز دیگه‌ای به وجود بیاد و یه سنتز دیگه‌ای و این زنجیره ادامه پیدا کنه که این میشه دیالکتیک تاریخ که نیروی پیشبرنده تاریخ در این بستر به شما میاد. این یه دیدگاهه که این رو هگل عنوان کرد، مبتنی بر دخالت روح در پیشبرد جامعه بشری در بستر تاریخ بود و مارکس اومد و بهش اتونومی داد، خودگردانی داد و گفت روح در این کار دخالت نمیکنه، بلکه این متریالیزم تاریخیه که خودش رو پیش میبره و مدیریت میکنه و هدایت میکنه. اما در برابر این نظر یکی نظریه دیگری نسبت به تاریخ وجود داره که میگه آقا تاریخ مانند یک خط ممتد نیست از روز آفرینش بشر تا پایان جهان، بلکه به صورت حلقویه، به صورت مثل یک فنری رو در نظر بگیرید که از حلقه های مختلف ساخته شده و هر حلقه یه سیکل محسوب میشه و تاریخ سیکلیکه، تاریخ حلقویه. یعنی هر حلقه تاریخ یک دوره به شمار میره، یه عصر به شمار میره، یه برهه به شمار میره که دارای یه مدت زمان معین هم هست که 1000 ساله. وقتی این دوره 1000 ساله به پایان برسه، یک پریود جدیدی، یک مرحله جدیدی، یک دوره جدید دیگری آغاز میشه، یه سیکل جدید تاریخی شروع میشه که اونم 1000 سال طول میکشه، در انتها به پایان میرسه و دوره بعدی شروع میشه و در هر دوره‌ای این سیکل در واقع یک نیروی پیشبرنده و یک نیروی مدیریت کننده داره که اداره حرکت تاریخ رو عهده داره و این برای به پایان رساندن هر سیکلی و آغاز هر سیکل دیگری در واقع یک غروب و طلوع وجود داره. غروب و طلوع یعنی یک افول و انحطاط و یک حیات تازه و ظهور مجدد. که این در حقیقت اون کسی که میاد و نوید و بشارت تاریخ جدید رو میده، برهه جدید تاریخ رو میده، در واقع ناجی به شمار میره، ناجی موعود به شمار میره. به همین دلیل هر عصر تاریخی با ظهور ناجی موعود آغاز میشه و بعد این تاریخ وارد یک برهه‌ای از تاریکی میشه که کسانی که در این برهه تاریکی قرار میگیرند انتظار به پایان رسیدن این برهه تاریکی رو با ظهور مجدد اون ناجی موعود دارند. یعنی این دیدگاه سیکلیک تاریخی همراه با خودش مفهوم موعودگرایی رو حمل میکنه. مفهوم موعودگرایی رو چنان که در بحث‌های پیشین به عرض شما یاران عزیز رسوندم حمل میکنه، بدون اینکه این قضیه اصولا ارتباطی به اسلام یا به تشیع یا به ادیان ابراهیمی داشته باشه. یعنی مقوله سیکلیک بودن تاریخ، مقوله هزاره‌ای بودن برهه هر سیکل تاریخی، مقوله ظهور ناجی موعود، اگرچه در ادیان ابراهیمی من جمله اسلام و مذهب تشیع به ویژه وجود داره، اما قدیمی‌تر از همه اینها در آیین زرتشت هم وجود داشته و متون زرتشتی نشون میده که وجود داشته و متون غیر زرتشتی، متون مثلا کهن مسیحیت، یعنی گاسپل های بسیار بسیار کهن مسیحیت به قدمت 2000 سال، به قدمت زمان زندگی حضرت عیسی مسیح علیه السلام که اخیراً از زیر خاک در کاوش‌های اخیر در ناحیه حبشه به دست اومده، نشون میده که تعالیمی رو که عیسی علیه السلام در این خصوص به شاگردان خودشون میدادن، شاگردان خودشون رو ارجاع میدادن به مطالعه متون زرتشتی بر مبنای این دستاوردهایی که اخیراً تومارهایی که از زیر خاک بیرون اومده. به همین دلیل متون زرتشتی جزو مراجع بحث مربوط به موعودگرایی بوده. عزیزان، این بحث جدیدی نیست، بحث بسیار کهنی همیشه بوده، اما نه اینکه همیشه بوده به عنوان یه بستر ممتد، نه، همیشه بوده در برهه‌های سیکلیک 1000 ساله. یعنی هرگاه که از یک برهه‌ای که یک تحول عظیمی در جامعه صورت می‌گرفته، از اون نقطه یک دوری شروع می‌شده که پایانش در این باور، در این دیدگاه، در این نوع جهانبینی 1000 سال به درازا می‌کشیده. در انتهای اون 1000 سال یک ظهور دیگری صورت می‌گرفته و اون ناجی موعود می‌اومده تا این دوره رو تعطیل بکنه و دوره جدید رو بر مبنای جدید آغاز کنه. و این دوره ها مثل حلقه های زنجیر نبوده که به هم پیوسته باشه، در عرض هم قرار داشته باشه، بلکه مانند فنر بوده. یعنی هر حلقه ای یک مرتبه متعالی تر و بالاتر از حلقه پایین تر خودش به شمار می رفته. این تلقی وجود داشته که چنان که گفتم کل این مبحث رو هاندیکورمن در یکی از آثار خودش به نام در رابطه با جهانبینی اسماعیلی و زمان سیکلیک، این رو مورد در واقع بحث مشبع و مبسوطی قرارش داده. اما ریشه همه این جهانبینی هایی که به موعودگرایی بر مبنای هزاره‌های سیکلیک برمیگرده، محل ارجاعش آیین زرتشته و متونی که از آیین زرتشت به جا مونده، آموزش هایی که از آیین زرتشت به جا مونده که ترجمه شد به زبان فارسی. حال برمیگردیم به سید احمد فردید یزدی. آقای فردید میگه من با هایدگر همسخنم. کجا ایشون با هایدگر همسخن شده؟ خلاصش اینه که هایدگر میگه ما در پایان جهان قرار داریم. آقای فردید این نکته رو مورد توجه قرار میده، یعنی مقوله پایان جهان و آغاز دوران جدید، دوران جدید تاریخی. این رو آقای فردید خودش به چه نحوی عنوان میکنه، این مطلبیه که تو این گفتار میخوایم بازش کنیم. آقای فردید به طور کلی تاریخ رو یک تعریف مجددی ازش ارائه میکنه، یعنی بیان میکنه که گفته میشه که از وقتی که بشر شروع به کتابت کرد تاریخ آغاز شد، پیش از اون ما قبل تاریخه. اما آیا این درسته یا نه؟ آقای فردید عنوان میکنه در حقیقت کتابت برای به حساب اومدن نقطه آغازین تاریخ کفایت نمیکنه، چون اسطوره هایی رو که بشر به صورت سینه به سینه سالها نقل میکرد، وقتی که تکنیک کتابت رو اختراع کرد نوشت. پس با نوشتن اسطوره های ما قبل تاریخی تدوین شد، کتابت شد، اما این ارتباطی به تاریخ نداره. بعد بشر یک کار دیگه ای هم کرد و اون هم واقع نگاری بود، یعنی مثلا گفتش که پریروز مثلا ماه گرفت، یا خورشید یهو تاریک شد، یا بارندگی شد، یا سیل اومد، یا قحطسالی شد، خشکسالی شد، یا یه بیماری اومد، یا عده‌ای از بین رفتن، یا جنگ شد. این وقایعی که اتفاق افتادن رو یه نفر برداره بنویسه و تدوین کنه، نمیشه اسمش رو گذاشت تاریخ. ارتباطی به تاریخ نداره. پس تاریخ چیه؟ تاریخ عبارت است از یک منطق پیوسته بین وقایعی که اتفاق میفته و اثری که روی جامعه بشری داره و تحولی که بشر پیدا میکنه در عرصه این اتفاقات. یعنی در واقع بشر کیه؟ بشر چیه؟ چه تعریفی اصولاً میشه از بشر ارائه داد؟ بشر یعنی یه میز چیه؟ یه هر شیئی چه چیزیه؟ چطور میشه یه شیئی رو تعریف کرد؟ در فلسفه میگن یک شی عبارت است از یک وجود که هستیش رو تشکیل میده و یک ماهیت که چه چیزیش رو تشکیل میده. مجموعه وجود و ماهیت میشه موجود، و موجودات وجودشون یعنی هستشون مثل همدیگه است، اما تباینشون به واسطه تفاوت ماهیت هاشونه که یکی میشه میز، یکی میشه صندلی، یکی میشه چراغ، یکی میشه شمع، هر چیزی. حال آدمیزادم یه دونه موجوده که هست، هستی داره یعنی وجود داره، اما ماهیتش چیه؟ در حقیقت ماهیت آدمیزاد با ماهیت میز فرق داره، چون میز یک ماهیت راکت داره، یک ماهیت ثابت داره، یک ماهیت نامتغیر داره. یک میزه تا وقتی هست، تا وقتی بپوسه از بین بره. یه صندلی تا وقتی بپوسه از بین بره. اما یک آدم هر لحظه به یک حال متفاوته. یعنی آدم از یک فیزیک و از یک متافیزیک تشکیل شده و در واقع اون فیزیکش متغیره. یه موقعی بچه است، یه موقعی جوونه، یه موقعی مسنه، یه موقعی پیر میشه. مثل اون میزه که بالاخره اونم یه موقعی خوش آب و رنگه، یه موقعی استواره، پیچه سر جاشه، بعد یواش یواش لغو میشه و دوچار فرسودگی میشه. یعنی این جنبه متریال و فیزیکش دوچار فرسودگی میشه، مثل هر چیز متریال و فیزیک دوچار فرسودگی میشه. اما یه متافیزیکی هم داره آدم که اون متافیزیکش در واقع حالات انسانه که اون برمیگرده اون وقت به تحولاتی که شخصیتش پیدا میکنه. حال ما باید آدم رو مانند یک میز ارزیابی بکنیم، یعنی بگیم این وجودشه، اینم ماهیتشه مثل یه میز، یا اینی که بگیم که آدم یک وجودی داره که از دو جنبه فیزیکی و متافیزیکی تشکیل شده و یک ماهیتی داره که اون هم از دو جنبه فیزیکی و متافیزیکی تشکیل شده و اون ماهیت متافیزیکیش متغیره، دینامیکه، استاتیک نیست، برخلاف جنبه فیزیک که نسبتاً استاتیکه، تغییراتش بطیئه. اما تغییرات متافیزیک سریع، دائم در حال عوض شدنه. پس به این اعتبار ماهیت انسان مجموعه تغییر و تحولاتیه که هر فردی از لحظه تحول تا دم مرگ داره. این ماهیتش رو تشکیل میده، یعنی ماهیت دینامیکش رو تشکیل میده. این آدم الان یه جوره به لحاظ متافیزیک، یک ساعت دیگهش یه جور دیگه است، یعنی دائم حالاتش و احوالاتش در نتیجه شخصیتش به کلی در حال دگرگون شدنه. پس هر کسی یه تاریخی داره، این تاریخ مجموعش ماهیت یه فردی رو تشکیل میده و تاریخ به طور کلی، کل تاریخ ماهیت جامعه بشری رو تشکیل میده که در حال تغییر. پس بررسی بشر در عرصه اجتماع به تاریخ مربوط.